عظمت خانم فولادلو. زنان خطشکن قهرمانانی هستند که سطح‌های تاریخی تکامل اجتماعی را در هم می‌شکنند. نقش محوری این زنان در مقاومت ایران نتیجه یک مبارزه بغرنج و تورانی با مهیب‌ترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران است. زنان ایران با سابقه 120 سال مبارزه برای آزادی و برابری اکنون با نقشی بی همتا در مقاومت علیه فاشیسم مذهبی در صف مقدم قیام ها می رزمند و هر سد و مانعی را در هم می شکنند. اینان نوادگان قهرمانانی همچون عظمت خانم فولادلو هستند. عظمت خانم فولادلو بزرگ بانویی بود که پشتیبان و یاور درخشانترین اخگر بازمانده از انقلاب بزرگ مشروطه یعنی نهضت جنگل بود. عظمت خانم دختری از ایل شاترانلو از کردهای مهاجر اسکان یافته در روستای نیلق بود. او به روایتی در این روستا به دنیا آمد. مادرش نازی خانم یا نازلی خانم نام داشت. زنی فرهیخته با سواد و اهل ادب و مطالعه که کتابخانه‌اش به اندازه بار 7 شتر بود. عظمت خانم دست پرورده چنین زنی بود. عظمت خانم با همراه پسران ایل در مکتبخانه ایل و بعدها با معلم سرخانه درس خواند و در جوانی با جورق بیگ رئیس 32 طایفه شاهسوان آذربایجان ازدواج کرد. جورق بیگ در مبارزه با استبداد حاکم قاجاریه کشته شد و پس از او ریاست شاهسوان به عظمت خانم واگذار شد. دولت‌های همسایه از جمله روسیه تزاری با توجه به قدرت منطقه‌ای عظمت خانم هر از گاهی برای جلب نظر وی از طریق همسران رهبرانشان هدایایی تقدیم عظمت خانم می‌کردند. قدرت و اعتبار اجتماعی بی‌نظیر عظمت خانم رضاخان قزاق را هم اندیشناک کرده بود، به طوری که بعد از روی کار آمدن رژیم کودتا و برپایی دیکتاتوری رضاخان در 3 اسفند 1299 رضاخان تلاش کرد همکاری عظمت خانم را به نفع حاکمیت استبدادی خودش جلب کند، اما موفق نشد و عظمت خانم در برابرش ایستاد. نمونه ای از مبارزات عظمت خانم فولادلو. رشت، آبان سال 1300. شهر به تصرف کامل دشمنان انقلاب مشروطه درآمده است. حملات ارتجاع و استعمار توسط نیروهای قزاق به مجاهدان جنگل شدت یافته و رزمندگان در برابر یورش گسترده قزاق‌ها نیروهای انگلیسی و قوای دولتی مقاومت می‌کنند. میرزا کوچکان با قوای خود در صومعه سرا در فکر تجدید قوا بود، اما در نهایت قوای قزاق به رهبری رضاخان از فرصت استفاده کرده و با کمک نیروهای استعماری و برخی سران فرصت طلب و خائن جنگل جنبش را به شکست کشاند. سردار جنگل تنها ماند. میرزا بران شد تا به منظور جمع‌آوری و سازماندهی مجدد باقی مانده نیروها به خلخال رفته و از همپیمان شجاعی که در آنجا داشت کمک بگیرد. عظمت خانم فولادلو. میرزا همراه با تنها یار وفادارش گاوک جهت رفتن به نزد عظمت خانم فولادلو به طرف کوههای خلخال حرکت کرد. عظمت خانم به محض شنیدن خبر حرکت سردار جنگل به سوی خلخال چند صد سوار آماده کرد تا آنها را به پیشواز میرزا بفرستد و او را به خلخال بیاورند. بقیه ماجرا را همگان می دانند.
میرزا و گاوک قهرمان در سرما جان فدای آزادی ایران کردند و نام عظمت خانم فولادلو نیز از همان نقطه در تاریخ ایران جلوه‌ای دیگر یافت، شیرزنی که با استعمار و استبداد و ارتجاع درگیر بود. پس از شهادت میرزا، مخالفت عظمت خانم با رضا خان ادامه یافت و جنگ‌هایی بین نیروهای او با نیروهای دولتی رخ داد. سرانجام رضا خان در خلال جنگ و توطئه عظمت خانم را شکست داد و اموالش را غارت کرد. گرچه پایان کار عظمت خانم نامعلوم است و از او تنها برق غیرتش در حمایت جانانه از سردار جنگل به قیمت درگیر شدن با سلطنت صفاکی چون حکومت رضا شاه در تاریخ حک شد، اما همین نیز برگ زرینی است در تاریخ مبارزات زن ایرانی. زنان نسل‌های بعد به ویژه در سال‌های آغازین دهه 50، یعنی درست نیم قرن پس از عظمت خانم فولادلو، پای در راه مبارزه مسلحانه با استبداد به جا مانده از رضاخان نهادند و سلاح امثال عظمت خانم بردوش به حل تضاد اصلی جامعه خیش برای سرنگونی حکومت استبدادی در نیل به آزادی و برابری و شرکت در رهبری سیاسی کمر بستند.